در عربستان خیلی چیزها عوض شده از برگزاری کنسرت و حضور آواز آوازخانان زن در انظار عموم گرفته تا کم شدن محدودیت های اجتماعی چهره عربستان در سه چهار سال گذشته تحت رهبری محمد بن سلمان دگرگون شده اما بهایی که برای آزادی های اجتماعی پرداخت شده از دست دادن بیشتر آزادی های سیاسی بوده سرکوب آزادی های سیاسی و بگیر و بند های بیشتر از فعالان مدنی و برابری طلب گرفته تا بالاترین شخصیت های هیئت حاکمه که برای بن سلمان خطر تلقی می شدند تفریح و خوشگذرانی بیشتر سانسور و سرکوب شدیدتر این ترکیب غیرقابل تحملی برای دولت سابق آمریکا نبود که به جای نگرانی از وضعیت حقوق بشر در عربستان سرمست از میلیاردها دلار تسلیحاتی بود که به عربستان میفروخت تسلیحاتی که جنگ یمن را به یکی از فاجعه بارترین بحرانهای انسانی بدل کرده مسئولیت اخلاقی آمریکا و همینطور کشورهایی مثل بریتانیا و فرانسه در جنگ یمن زیر ذربین فعالان حقوق بشر بوده حالا دولت جدید آمریکا میگوید دیگر بس است میگوید چک سفید امضا دادن آمریکا به عربستان و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در آن کشور به پایان خط می‌رسد. دولت بایدن همچنین قراردادهای فروش اسلحه به عربستان را که دولت ترامپ تایید کرده بود متوقف کرده تا دوباره آنها را بررسی کند. شاید اگر سخنرانی امروز جو بایدن که خطوط سیاست خارجی جدید دولتش را شرح میداد به علت بدی هوا لغو نمیشد می‌شد بهتر حد زد. که چه تغییراتی در رابطه ریاض و واشنگتن پیش روست. آنهایی که در آمریکا طرفدار سرسختی بیشتر آمریکا نسبت به عربستان هستند میگویند دولت بایدن باید حتی از دولت اوباما هم که کلی به سعودی ها فروخت بیشتر شدت عمل نشان دهد از طرف دیگر بعضی از کارشناسان هم میگویند اگر فشارهای آمریکا به حدی برسد که موقعیت بن سلمان تضعیف شود شاید تندروها حکومت سعودی را ساقط کنند. آمریکا این را نمیخواهد چون یک حکومت سنی تند رو در عربستان نه از غرب دل خوشی خواهد داشت نه به حقوق بشر اهمیت خواهد داد و نه به ثبات در منطقه کمک خواهد کرد که وزنه دیگر آن حکومت شیعه در ایران است برگارتو... پیدا کردن یک راه بینابینی برای دولت بایدن ضروری است فشار به عربستان به حد لازم اما نه بیش از حد اگر چنین زرافتی ممکن باشد شاید پایان فاجعه انسانی در یمن هم ممکن باشد همینطور شاید ادامه آزادی های اجتماعی و بیشتر شدن آزادی های سیاسی هم ممکن باشد و شاید پیریزی یک رابطه حسنه با ایران هم دور از دسترس نباشد سیاوش اردلان بی بی سی